حمله مخالفان مسلح دولت به روز دوشنبه هفته جاری بر ساختمان شورای ملی در شهر کابل جوانی را به شهرت رساند که شاید هرگز او فکرش را نکرده بود. این جوان سرباز اردوی ملی است که به گفته خودش 6 تن از طالبان مسلح را که می‌خواستند با ساختمان شورای ملی داخل شوند از پا درآورد. او یک باره به قله های شهرت رسید و حتی عکس هایش به زودی در شهر کابل به چشم خورد. او از طریق رسانه های جمعی همچو فیسبوک در بیرون از کشور نیز مشهور شد و شاید کمتر کسی باشد که با نام او آشنا نشده باشد. این جوان کیست؟ اسحاق نرمانیستم. از یک تن بریت ملای پرکی 111 کابل لیوی اول کنده که چاره حمایه و طوله قرار گرد. پیلن ده میجه ده پارلمان وظیفه اجرا میکنیم. این میجه خدمتی استیم. یه ولیسی جرگا. نو نمو روز از صوبه که ما ازارات قوی داشتیم. کماندانه ما مارا ازارات داده بود. مارا گفته بود که ایجا بسیار کلان مردم میای وزیر دفاع ماری پیمیشه جلسه است. باید شما آمادگی قوی داشته باشه ازارات درجه یک. نو اونمو ازارات داشتیم امی داونیم بجه بود و اتاق ششته بودیم که یک نصاب بسیار اگه انفجار کلان شد. پشت سر اتاق ما انفجار شد. امی انفجار که شد دمی اتاق ما بودم یک موانع مسافه داشتیم. یعنی خدا شاید است که بسیار امی هر چیز تغییر خورد. گرد و خاک شد. چی که دمی کانتینر بودی کل سر ما افتید. رای خود هر کس گم کد. یک چند بچه دمی داخل کانتینر بود هر کس بدو میزد. ورخطا بود دیگه توپنگ ما نادرک بود دمو بیرو بار بسار گردودی شد یک میل توپنگ دیگه از رفیقم ده دست ما آمد نو هو که وقت سرزو ما عمله میکدم و ما برش کمین گرفته بودم ما پیش ازو که او بیای مخ کله خود ده تیار برش ده دست گرفته بودم گفتم یا از دست ما میکلا چپا خاشد پایین یا امید ده دستم خافید تو راز بین خواب بردم دیگه سرباز میشه سرباز کلمه همیش در دست است بازی میکنیم که کلی خود ورزی وطن خدمت میکنیم با مردمش با خاکش که تازو زنده استیم با کل مردم این همی شعار ماست که با وطن خود خدمت کنه. عکس ها و ویدیوهای عیسی خان ارمانی بر علاوه جاده های شهر کابل در فیسبوک نیز توجه مردم را به خود جلب کرده است، به خصوص لفظ تقچپه که او در مصاحبه هایش به کار برده است. چټپټ مرمی را تیر کدم د دل خوند گفتم که اتمن با من پجار د موټر کیزی اتمن نپر پیاده مس ایمه خیا کی داخل پارلمان شوا امری ګروی بکونه بیا در مرمی را برش تیر کد د موټانه دروازه کانتینر برش زنګون کش کد را را برش تیار با خود و خلاص کد موانع چپه شده بود پجار د دروازه را موانع را پیادهش را خلاص بود که منتظر د کمینش بودم که دشمن اتمن داخل میشه که کدام وقت دا داخل شدن شد تیار مده کمین بودم برش بس تقه و چپه تقه و چپه مشهور نخود از مده 15 دقیقه از 6 تانیش از بین بردم دشمنه را ختم کدم. عیسی خان ارمانی که باشنده ولایت لغمان است آنقدر مشهور شده است که حتی در ولایت لغمان چهارراهی را به نام او نام نهادند. عیسی خان که به گفته خودش رئیس جمهور غنی را صرف از طریق پرده تلویزیون دیده بود به ریاست جمهوری خواسته می شود و آقای غنی کلید خانه را به عنوان تحفه شجاعت او برایش می دهد. بس مامین صاحب اول یک موتور لکسس داد رئیس جمهوری خانه سی اتاق را داد بسیاری تو دیگه دوست هم هست خیلی کمک بوده بسیاری کمک کار دیگه هم انشالله امید داریم دوست هست دیگه هم خواه شد انشالله. زندگی عیسی خان حالا رنگ دیگری گرفته است و رسانه ها یکی پی دیگری تلاش می کنند تا با او مصاحبه کنند. اما عیسی خان می گوید که بسیار مصروف بوده و حتی نمی تواند که با هر کس سخن بگوید. بسیار خوش استم. اینقدر خوش استم ما می خواهیم که در سطح جهان تصویر ما امی تو آویزان شود در جاده. مازی مزه می گیرم. ما یک افتخار می کنم. که ما چقدر پسمانده یک آدم بودم اول از خداوند شکر میگشیم که چقدر رشد کردیم با مردم و رسیدگی پیلا نمیتانم که در بصفت یک قهرمان مشهور شده مملکت خود در تاریخ نامی ما نمیشته شد با ما جای افتخار است. این درست است که عیسی خان برای اولین بار این شهرت را به دست آورده و بسیار خوش است، اما انتقام گیری از او موضوعی است که بعضی ها آن را مطرح میکنند.
اما عیسی خان میگوید که سرباز است و از هیچ کس هراس ندارد. بس نمی احساس میکنم که زندگی خوش بعد از شروع کردم و به یک کار که دشمنه ما بسیار زیاد شد دیگم، شاید که مرا هیچ وقت نتا هر جای پشت ما استخبارات ها بود از طرف دشمن مرا تهدید خواهد، مرا همیش کوشش خواهد که ایر از بین ببریم. خب بازم پس ده خدا است که مرست خداوند باشه، ترس از پیشش نداریم، کوشش میکنیم که بازم دست ما بیای از بین ببریمش. مردم به خصوص جوانان تلاش میکنند تا عیسی خان را از نزدیک دیده و با او عکس های یادگاری بگیرند، اما عیسی خان دیگر او عیسی خان نیست که به آسانی به دسترس کسی قرار گیرد و یا کسی بتواند به آسانی با او عکس بگیرد. جالب این که تنها عیسی خان خود را یک قهرمان نمی داند، بلکه رفیقایش نیز شانه بالا انداخته و شجاعت و قهرمانی او را از خود می دانند.